انتصاب فرمانده جدید کل سپاه با حکم فرمانده کل قوا. رهبر انقلاب اسلامی سردار حسین سلامی را با اعطای درجه سرلشکری به فرماندهی کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی منصوب کردند. در کل دنیا که من نگشتم اصلا ندیدم اینجوری که یعنی همه جمع میشن با هم، واقعا خیلی یه حس خیلی خوبی میده. بیش از 30 نقطه رو ما حفره‌هایی که ایجاد شده بود بستیم، اما 3 نقطه هم شکاف ایجاد شده. یک روستامون هم دوچار در واقع آب گرفتگی شد، در اون قسمت دیگه‌ای که اون رو تخلیه کردیم. من نمیتونم الان بیام اینجا. اگر لطف کنی زحمتی نیست براتون، این ریشه نداشته من گروتون بدید به اون کسی که با موشه کوچیکشو با غیرت گلا رو جمع میشه. امانتدار مردمی، میشه در امانت خیانت کرد؟ بزرگ مردیه که تو فضای مجازی حسابی فیلمش دست به دست شد. بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات می‌فرستیم بر حضرت محمد و آل محمد. سلام خانم ها و آقایان، شبتون بخیر باشه. خوش آمدین به 23. با حکم فرمانده معظم کل قوا سردار سرلشکر پاسدار حسین سلامی به فرماندهی کل سپاه منصوب شد. حضرت آیت الله خامنه ای در حکمی با سپاس از خدمات با ارزش و ماندگار سردار سرلشکر پاسدار جعفری در فرماندهی سپاه، سردار حسین سلامی را با اعطای درجه سرلشکری به فرماندهی کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی منصوب کردند. رهبر انقلاب همچنین در حکم جداگانه ای سردار سرلشکر پاسدار محمد علی جعفری را به مسئولیت قرارگاه فرهنگی و اجتماعی حضرت بقیت الله العظم منصوب کردند. متن احکام فرمانده معظم کل قوا به این شرح است. بسم الله الرحمن الرحیم. سردار سرلشکر پاسدار محمد علی جعفری، نظر به تمایل جناب عالی به حضور در عرصه‌های فرهنگی و نقش‌آفرینی در جنگ نرم و با تقدیر از تلاش‌های شایسته‌تان در دوران فرماندهی کل سپاه، شما را به مسئولیت قرارگاه فرهنگی و اجتماعی حضرت بقیت الله العظم ارواحنا فدا منصوب می‌کنم. بهره‌گیری از ظرفیت‌های گسترده و توانمندی‌های ژرف در جامعه، به ویژه علمای دینی و نخبگان فرهنگی و جوانان جهادی و انقلابی، برای گسترش و تبیین معارف انقلاب اسلامی بر پایه خطوط ترسیم شده در بیانیه گام دوم، با برنامه ریزی عالمانه و مدبرانه و تعامل همافزایی با مجموعه های فرهنگی سپاه و بسیج از جناب عالی انتظار می رود. توفیق شما را از خداوند متعال مسئلت می کنم. سید علی خامنه ای، 1 اردیبهشت 1398. بسم الله الرحمن الرحیم. سردار سرتیپ پاسدار حسین سلامی، نظر به ابراز ضرورت جابجایی در فرماندهی سپاه از سوی سردار سرلشکر پاسدار محمد علی جعفری و با سپاس از یک دهه خدمت با ارزش و پرحجم و ماندگار معزی الیه، با توجه به شایستگی ها و تجارب ارزنده جناب عالی در مدیریت های کلان و مسئولیت های گوناگون نهاد انقلابی و جهادی و مردمی سپاه، شما را با اعطای درجه سرلشکری به فرماندهی کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی منصوب می کنم. انتظار دارد ارتقاء توانمندی های همه جانبه و آمادگی در همه بخش ها و نیز تقویت گوهر درونی سپاه یعنی تقوا و بصیرت و همچنین گسترش مدیریت های برخوردار از بنیه معنوی و توانایی های کارشناسی و اطلاع فرهنگی که در مدیریت سردار جعفری بدان پرداخته شده است، با ابتکارات جناب عالی افزایش یابد و سپاه در حرکت خود به سوی تکامل گام‌های بلند بردارد. توفیقات شما و همکارانتان را از خداوند متعال مسئلت می‌کنم. سید علی خامنه‌ای، 1 اردیبهشت 1398. شما بیننده 23 هستید. زیارت بارگاه رضوی، اولین برنامه نخست وزیر پاکستان در سفر به ایران.
عمران خان که در صدر هیئت بلندپایه سیاسی و اقتصادی به دعوت آقای روحانی به ایران اومده، عصر امروز با استقبال مقامات استانی وارد مشهد شد و قرار بعد از زیارت بارگاه امام هشتم و گفتگو با مقامات استانی عازم تهران بشه. نخست وزیر پاکستان قرار فردا درباره موضوعات مهم دو جانبه و منطقه‌ای با مقامات کشورمون دیدار و گفتگو کنه. اجتماع منتظران ظهور در سالروز میلاد منجی همزمان با اعیاد نیمه شعبان و جشن و شادی مردم به مناسبت سالروز ولادت قائم آل محمد، اجتماعات بزرگ منتظران ظهور در شهرهای مختلف کشور برگزار شد. مسجد مقدس جمکران در قم هم دیشب و امروز با حضور خیلی عظیم منتظران موعود شلوغ‌ترین شب و روزش رو گذرد. شهرستان ملایم از اردبیل اومدم خدمت. لرستان، شهرستان چگینی و همچنین معمولان. لندن. در کل دنیا که من نگشتم اصلا ندیدم اینجوری که یعنی همه جمع میشن با هم. واقعا خیلی یعنی یه حس خیلی خوبی میده. بیش از 12% افزایش تردد رو داشتیم نسبت به سال گذشته. در این ایام حدود 160 هزار خودرو که هم سواری هم اتوبوس به سمت مسجد مقدس جمکران و حرم حضرت معصومه سلام الله علیها در 24 ساعت گذشته اومدن. در مشهد رئیس دستگاه قضا که سخنران مراسم اجتماع منتظران ظهور در حرم مطهر رضوی بود با اشاره به ویژگی‌های ظهور جامعه اسلامی رو به برکت مهدویت و اعتقاد به موعود جامعه‌ای امیدوار دونست. مکتب انتظار، مکتب ایستادگی در راه هدف، مکتب خسته شدن نیست، مکتب ایستایی و توقف و عقبگرد نیست، مکتب پویایی، پیشروی، تعالی و پیشرفته. عبور مد اکبر از آبادان و خرمشهر. خبرها از کاهش حجم آب و شروع جزر در دهانه اروندرود حکایت داره و گفته میشه تهدید مد بزرگ در آبادان و خوزستان کمتر شده. البته نهادها و سازمانهای امدادگر همچنان در حال آماده باش هستند. با ورود سیلاب به جاده خرمشهر اهواز، مسئولان محلی عملیات نجات جاده در این مسیر را شروع کردند. شرایط اضطراری داریم و ما آماده باشیم که بتونیم تدابیر لازم را اتخاذ کنیم و اقداماتی که مانع از ورود سیلاب بشه به خرم. سیلاب همچنین موجب آبشستگی زیر خط راه آهن خرمشهر اهواز شده و این محور ریلی رو مسدود کرده. کمی آن طرفتر در سیستان و بلوچستان سیلابی که از افغانستان راه افتاده و حالا به این استان رسیده حجم رودخونه سیستان رو به 3000 متر مکعب رسونده و باعث تخریب پل نیاتک در مسیر زابل به هیرمند شده. با این همه مقامات استانی و مردم در تلاش هستند تا با هدایت سیلاب به سمت رودخانه ها و تالاب هامون سیلاب رو مدیریت کنند. 6 صبح که آمده ما آقا پشتر هم خاک میاریم که مشکل پیش نیاد. خواهش که دارو از کسایی که دستگاه سنگین مثل کامیون لودرش نداره و کمک می بیه تا انشالله بر مردم مشکل پیش نیاد. ما مردم با همه دست به دست هم بدیم که تا بتونیم این آب مهار کنیم. بیش از 30 نقطه رو ما حفره‌هایی که ایجاد شده بود بستیم، اما 3 نقطه هم شکاف ایجاد شده. تا حالا 2 تاشو موفق شدیم که ببندیم. یکی هم همینه که در واقع رویت میشه در پشت سر بنده. یک روستامون هم دوچار در واقع آب گرفتگی شد در اون قسمت دیگه‌ای که اون رو تخلیه کردیم و برنامه‌ریزی کردیم برای روستایی‌ها، برای تعداد خانوار اون که اونجا بودن.
در سایر استانهای سیل زده هم کار امدادرسانی و پاکسازی همچنان ادامه داره. هر روز ما در استان لرستان اومدیم و روستاهای مختلف ورود پیدا کردیم. بالغ بر 800 بیمار رو تا الان ویزیت کردیم. این شرایط دشوار که در واقع مردم ما دارن کنار هم دیگه باشیم و به هم کمک کنیم. این متخصصین از 4 بیمارستان در تهران به صورت تجویز از راه دور بیماران مناطق سیل زده رو ویزیت میکنند. تمام اطلاعات به صورت آنلاین برای پزشک ارسال میشه و پزشک هم همونطوری که داره این بیمار رو میبینه تجویز رو انجام میده و عملاً خدمت به بیمار ارائه میشه. سیل با همه سختی‌هاش روی دیگه هم داشت. از سیل مهربانی و همدلی تا مشق امیدواری و نوید جاری بودن زندگی. دیشب در شب میلاد امام زمان به همت خیرین 7 زوج روستایی که سیل کاملا اون رو زیر آب برده بوده زندگی مشترکشون رو جشن گرفت. در سوی دیگر رودخانه هم مردم روستای چهمهر و دیگر روستاهای اطراف به استقبال عروس و دامادها اومده بودند. خیلی روی مردم شاده، خوشحالن. خوشحالین انشالله امشب. خیلی خیلی از خیرین، یعنی واقعا باید تشکر کرد. جایزی همون آبون متاسفانه و واقعا الان خوشحالیم اینجا دست خیرین مردم که واقعا الان با این رنج هم اینجا اومدن. خانم جایزیه تو دیدی؟ آره بله، کامل بود. ممنون، مرسی از همه، واقعا تشکر میکنم. درست خونمون رفته، زندگیمون رفته، ولی کمک های مردم، دلگرمی های مردم همه بودن، خیلی از همشون تشکر میکنیم. خیرین اومدن و ما رو خوشحال کردن، مسئولین اجرایی هم بیاین و هرچه سریع‌تر ساخت خونه های ما رو شروع کنن. با گذشت یک ماه از آغاز بهار به نظر میرسه زمستان همچنان قصد رفتن نداره. طبق پیشبینی های سازمان هواشناسی با ورود دو موج بارشی از سمت خلیج فارس و غرب از امشب استانهای مختلف کشور شاهد بارندگی و کاهش دما خواهند بود. تا جایی که گفته شده دمای استانهای شمال غرب به زیر صفر هم میرسه. بارش برف هم چهره استانهای شمال غربی از جمله آذربایجان شرقی و غربی، اردبیل، کردستان و زنجان رو زمستونی کرده. دیوان عدالت اداری پای کار اصلاح سریع ساختار کمیسیون ماده 100 شهرداری. رئیس دیوان عدالت اداری با ارسال نامه‌ای به وزیر کشور خواهان فعال شدن کارگروه اصلاح قانون ماده 100 شهرداری برای نهایی کردن پیشنویس مربوط به اصلاح این قانون شد. بهرامی با اشاره به خسارت‌های جبران ناپذیر انسانی و اتلاف منابع مالی به هموطنان سیل زده نوشته بسیاری از این خسارت‌ها ناشی از ساخت و سازهای بی‌رویه و تجاوز به حریم رودخانه‌ها و مسیل‌ها بوده که سال‌های اخیر بارها بر اصلاح آن تاکید شده. عید پاک خونین در سریلانکا با بیش از 650 کشته و زخمی. شمار قربانیان 8 انفجاری که امروز همزمان با برگزاری مراسم عید پاک در کلیساها و هتل‌های 3 شهر این کشور رخ داد به بیش از 200 نفر رسیده. دست کم 450 نفر هم زخمی شدند. دولت سریلانکا در پی وقوع این انفجارها در پایتخت این کشور حکومت نظامی اعلام کرده. تا کنون دست کم 7 نفر در ارتباط با این حوادث بازداشت شدند، اما هنوز کسی مسئولیت این انفجارها را بر عهده نگرفته. 70% جمعیت سریلانکا بودایی، 12% هندو، 10% مسلمان و 7% مسیحی هستند. وزیر امور خارجه کشورمون در پیامی حملات تروریستی در سریلانکا را محکوم کرد و گفت تروریسم یک تهدید جهانی است که هیچ مذهبی نمی‌شناسه و باید در همه جهان با اون مقابله بشه. وقتی حامیان خارجی قاچاقچیان سوخت، رودروایسی رو کنار می‌ذارند. فرمانده نیروی دریایی سپاه میگه در مدت 2 ماهی که کار مبارزه با قاچاق سوخت به این نیرو واگذار شده، حدود 15,300,000 لیخ سوخت از 4 کشتی بزرگ و 7 یدک‌کش توقیف شده. به گفته دریادار تنگسیری، اولویت نیروی دریایی سپاه برخورد با دانه درشت هاست، نه لنچ‌ها و قایق‌های کوچیک. متاسفانه این کشتی ها وصلن به کشورهای حاشیه جنوبی خلیج فارس و هدایت می شوند. ما اینها را در این کشتی آخر رو
در 13 مایلی در واقع ساحل امارات گرفتیم. خب در آبهای اقلیم امارات نیست. ما میدیدیم لنج های ما میرن تو این کشتی میریزن و این مخزن اصلی است و نهایتا دارن کشور مقابل از اینا حمایت میکنه. رفتیم در مقابل اینا استادیم و این کشتی رو آوردیم، کشتی که 12.5 میلیون در واقع لیتر گازوئیل داره. در واقع 4 تا ناوچه های موشک‌انداز امارات اومدن توی منطقه، 12 تا قایق نظامی امارات اومد و 2 تا فرگت اماراتی اومدن که این کشتی رو پس بگیرن. گفتیم این کشتی اولا در آبهای اقلیم به شما نیست و این کشتی تخلف کرده، این کشتی رو الحمدلله آوردیم. آبادانی منطقه به منطقه در شهر اقتصاد مقاومتی. در سفر رئیس بنیاد مستضعفان به قلعه گنج که به واسطه طرح‌های اجرا شده در اون به شهر اقتصاد مقاومتی معروفه، چند طرح عمرانی و تولیدی در 2 روستای سخت گذر و دور افتاده به بهره برداری رسید. افتتاح برق و آبرسانی این 2 روستا با همکاری بنیاد علوی از جمله این طرح‌ها بود. همزمان نیروگاه برق خورشیدی شهر قلعه گنج به شبکه سراسری پیوست و قرارداد ساخت یک نیروگاه خورشیدی دیگه با یک شرکت ایرانی آلمانی امضا شد. سعید کیا همزمان با روز جهانی مستضعفان از دستاوردهای دیگه این بنیاد گفت. کارهایی که بنیاد مستضعفان انجام میده در حقیقت توانمندسازی مردمه. این وام‌های روستایی است که یاران دار هست، بنیاد علوی 5% و معاونت توسعه روستایی نهاد ریاست جمهوری هم 5% یارانه میدن. مشارکت در ساخت مدارس مورد نیاز برای کشور هست که با نوسازی مدارس مشارکتی 50-50 میسازیم. 2000 واحد کلاس رو با همدیگه تفاهم کردیم بسازیم. چند تا بیمارستان بزرگ یا ساختیم و تحویل دادیم یا داریم میسازیم. 3 تا بیمارستان بزرگ هست. 40 تا بیمارستان کوچک هست که اسمش گذاشتن درمان بستر جامع برای نقاط بسیار دور افتاده کشور که دسترسیشون به بیمارستان سخت است. تقریبا به 8000 دانشجو امسال وام دادیم. بسته های آموزشی میدیم به مناطقی که مورد هدف آبادانی و پیشرفت هست به دانش آموزان. با بنیاد مسکن هم یه قراری گذاشتیم، کسانی که مشکل حاد مسکن دارن مراجعه میکنن، ما اونا مشترکن مسائلشون رو حل و فصل میکنیم. سرنوشت مردم اوکراین در دست یک کمدین. مردم این کشور امروز در دور دوم انتخابات ریاست جمهوری پای صندوق‌های رأی رفتن تا تعیین کنند دوست دارند زمام امور کشورشون رو به یک سیاستمدار سنتی بسپارند یا یک کمدین که سررشته‌ای از سیاست نداره و استاد استنداپ کمدینه. در مرحله نخست انتخابات ریاست جمهوری اوکراین، ولادیمیر زلنسکی کارگردان و کمدین حدود 30% آرا و پترو پورشنکو رئیس جمهور کنونی حدود 15% آرا رو کسب کرده بود. بر اساس نتایج نظرسنجی ها زلنسکی 41 ساله در انتخابات امروز با بیش از 70% آرا پیشتازه. و فرهنگسرای اشراق میزبان 17 جشنواره گل و گلاب. در این جشنواره بازدید کنندگان میتونن گلابگیری سنتی و تولید عرقیجات رو از نزدیک ببینند. در جشنواره گل و گلاب فضای مهیا شده که شهروندان شهر تهران بتونن با مراحل گلابگیری سنتی که در شهر کاشان و شهرهای دارای گلاب در حقیقت انجام میشه آشنا بشن و همزمان بتونن گلاب و عرقیجات در شربتیجات مورد نیازشون رو تهیه بکنن. از ده ها استان مختلف کشور عزیزمون تو این جشنواره حضور پیدا کردن و صنایع مختلف سنتی و دستی خودشون را برای فروش عرضه می‌کنند. زندگی که سیل برد و سیل همدلی که امید آورد. سیل فروردین 98 هرچند خونه و زندگی خیلی از هموطنانمون رو با خودش برد، اما یه حس قشنگ رو در بین ایرانی‌ها دوباره زنده کرد. در اینجا یکی اومده بود بنز S500ش را به مردم سیل زده کمک کنه. بنزمونم میدم
به گزایی که نیاز دارم. شما لطف دارید. نزته این امیر علی اسپونزده ارزش من شرمنده است که من نمیتونم الان بیا اونجا. اگر لطف کنی زحمتی نیست براتون، این ریشه نداشته من گروتون بدید به اون کسی که با موشه کوچیکشو با غیرت گلا رو جمع کرد. صبور باش و فراموش باش. سعیمون رو میکنیم، اگه شد که به دستش 100% میرسونی. بدید به آقای هلال عمری که انشالله برسونید به دست بچه. 100% میرسه به دست بچه. 100%. مرسی. را کجا جمع کردن؟ این از چند تا از مناطق شهر تهران جمع شده، جمع‌آوری شده. الان اومدیم این نقطه رو جمع‌آوری کنیم که انشالله بره پایگاه پشتیبانی برای بارگیری. در این انبار کمک‌های مردم تهران تفکیک و دسته‌بندی می‌شه. خانم نصیری اینو بذار جزو کلاهایی که ارسال می‌کنیم مناطق سیل‌زده. یه کامیون لباس میره، یه کامیون مواد خوراکی میره. رؤسای ما هم به ما دستور دادن حتی آب معدنی که اینجا میان ما حق نداریم بخوریم، باید خودمون بخریم بخوریم. ما امانتدار مردمی، میشه در امانت خیانت کرد؟ دیگه آقای هر شب برای ما 2300 تا نوتوئین 15 شبه فرستاده. بهترین چیزی که الان لازمه خمیر دندون، مسواک، ناخونگیر، برس سر، چون اونجا این چیزا کمه. پرم میشه دیگه توراب بالاخره ای باز کرده باشه مشخص شماره شو ثبت کنه. این بار که الان ما زدم با باقای دیگه خیلی فرق داره، همه عزیزم ولی این بیشتر. ما بخش کوچکی از کمک‌های شما مردم عزیز رو آوردیم به سوسنگه. بیا انبارا رو چک کن. به خدا همشون پره. توضیح نمی‌کنه، عادلانه نیست. ما الان رسیدیم، گفتی باید وایسی تو نوبت. بله، باید یکی تو وایسن چه کمک‌ها زیاد هستش. الان 5 تا کامیون دیگه هم از کمک‌های مردمی که با این ماشین آوردیم در این انبار مجدداً تفکیک و دسته‌بندی میشه. جای دیگه که نمیره انشالله. نه نه، فقط برای مردم، برای مردم، برای مردم. ما یعنی نیومده هیچ کمکی. نه نیومده. خب آقا من از اینجا از دوستان هلال احمر اگر من حاضرم از اونجا هیئت بدید بریم اونجا بازدید کنیم. نه یعنی شما اگر کسی رسید اونجا آره. خب آقا اگر بررسی بشه روستای این عزیزان نرسیده بره برسه. بله تیم ارزیاب میفرستیم خدمت. ما این نونا رو از مردم میاد از شهرستانهای مختلف سری هلال احمر زنگ میزنه، میایم تحویل میگیریم برای شام شب. تحویل گرفتیم و در بسته‌بندی های غذای گرم در شهرستان سوسنگه بسته‌بندی دارن میکنن و به مناطق سیل‌زده میبرن و تقسیم میکنن به سیل‌زدگان. ما اونجا یه مش لباس نوعی انباشته شده داریم، همشون لباسای زمستونی هن که به الان تو این فصل به درد ما نمیخورن. متاسفانه خیلی لباس کهنه به دستمون رسیده که الان ما داریم تفکیکشون میکنیم. خواهش میکنم از مردممون لباس کهنه نفرستن چون که اصلا نمیپوشن. اینا همشون کمک‌های شما مردم از سراسر ایرانه در یکی از بزرگترین انبارهای جمعیت هلال احمر. روزانه بین 1200 تا 1500 بسته بهداشتی و مواد غذایی در این مرکز تهیه میشه و در اختیار آسیب دیدگان قرار میگیره. پک یک ماهه یک خانوار هستش. این پک هلی برد ما هست برای جای صعب العبور که در هلیکوپتر باید ببره. ما یک لباس بچه یا کفش بچه حتما داخلش میذاریم. یه شیر خشک هستش، یه شیشه شیر هستش. مردم سیل‌زده که نگران نباشن. هستی تا آخرش دیگه. خیلی هم ممنون، دست همتون درد نکنه. یادتون باشه تو انبار اهواز دیدیم چی هست؟ برنج، ماکارونی، تون ماهی، لوبیا. وقتی کمک های شما مردم رو دیدن گل از گلشون شد. آقای اما اتطلاع رسد کنه اسم هر شد سمویده شکر من الهلال الاحمر، احنا ممنونی الهلال الاحمر. می چقدر برامنا بردیم بس ممنون از دولت و از مردم تشکر میکنم، خیلی ممنون. همیشه کمک های من هم بیا بیا نگاه دارن زحمت میکشن. هلال احمر خیلی زحمت میکشن. دامداریات نکیل هاتار میگم ما علف نداریم اینجا برسه. واقعا میرسه جلو دوربین صدا و سیما نیست. واقعا دستشون درد نکنه، همه چی میرسه اینجا. اگه خبرنگار گوشی تو دهنت داره همه چی میرسه اینجا، هیچ کس به اون چیزی نگفت. یه موقع بعضی از خودمون داریم میگیم ما ولی چراگاهمون زیر رفته زیر آب. اینا رو هم رفته زیر آب. هیچ کس نیومده اینجا یه علوفه برا قاب میشامون بیاره.
ما رسیدیم یه جای جاده رو آب برده. بردیم بس به بنبست. یه سری اسباب بازی عروسک رو بردیم. وای 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 دارم دیوونه میشم. دوست داری؟ این آمد طیلی بعد و حیدی بکنم. خدمت شما. شکرم. این الان دوست من شد. بچه های ایران ممنونم از همه هدایاتون که به ما فرستادید. ما مدیون محبت های هموطنانمون هستیم. بله بچه های ایثارگر امداد هلال احمد. خیلی ممنون، خیلی ممنون. زنده باشن. مشکریم هم از دولت هم از مردم. یعنی اینو کار گذاشتین آقا داود به خاطر سیلاب بود؟ آره به خاطر سیلابه. مبارک باشه. کاملا هدایای مردمیه. دست پای مردمی بوسم، نوکرشون هم هستم. هنی که به فکر ما بودن خیلیه. خیلی ما رو خوشحال کردیم تو موقعیتی که داشتیم. واقعا حس و حال مردم رو عوض کردیم. صبور باش و فراموش باش. همون بزرگ مردیه که تو فضای مجازی حسابی فیلمش دست به دست شد، آقا محمد عزیز که با دستای کوچکش ایستادگی میکنه در برابر سه. مرحبا به شما، یه دست بزنید به افتخارت. بدید اون کسی که با موشه کوچکشو با غیرت خاکا رو گلا رو جمع کرد. نه طرف امیرعلی خدمت شما. یه دست بزنید بچه‌ها به افتخارت. خوبی؟ 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 کی؟ امیرعلی. بسیج هم برای این قهرمان کوچک و تمام قهرمانان مناطق سیل زده سنگ تمام گذاشت با این جشن تولد. دستم بزنید به افتخار بچه های بسیج. این سیل به ما آموخت که میتوان کلاهی از جنس مهربانی بر سر هم دیگر گذاشت. یوسف سلامی، خبرگزاری صدا و سیما، اهواز. خیلی ممنونیم از همراهیتون. شب خوبی داشته باشید. تا فردا خداحافظ.